توی این ویدیو همراه ما باشید. میخوام راجع به دو ازدواج و طلاق جنجالی بهار رهنما و حقایقی باور نکردنی از زندگی شخصیش صحبت بکنم. در مورد کاهش وزن عجیب غریبش و همینطور عملهای زیبایی که انجام داده. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی بهار رهنما رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. بهار رهنما هنرمند قدیمی کشورمون، متولد 10 آذر ماه سال 1352 در روستای هزاوه عراق هستش. اون بازیگر، فیلمنامه نویس و نویسنده و تهیه کننده و کارگردانه. فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق قضایی و فوق لیسانس ادبیات نمایش و ادبیات سینماییه. اون مدتی سابقه روزنامه نگاری و حتی نقالی هم داشته. بهار رهنما فرزند دوم خانواده هست و یه خواهر بزرگتر از خودش به نام بهانه داره که اون متولد 43. البته اسم دیگه خواهرش مریم رهنمایی که یه آرایشگاه خیلی معروف هم توی تهران داره و پکیج‌های خیلی گرون قیمتی رو ارائه میده. یه برادر دوقلو هم داره که اسمش روحام و دکترا داره. پدر مرحومش جلال رهنما تاجر و مادرش پروین قائم مقامی هم از بازیگرهای سینما و تلویزیون هستش. بهار رهنما در سال 1354 وقتی که 2 ساله بود با خانوادش از عراق به تهران نقل مکان کرد. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 خانوادش ترجیح دادن که ایران رو به مقصد انگلستان ترک بکنن. چند سالی توی انگلستان زندگی کردم و با فروکش شدن التهابات سیاسی دوباره توی اواسط جنگ به ایران برگشتن. اون تا 10 سالگی جز اینکه بچه حاضر جواب و سرتق جمع به حساب می اومد، کلی ترانه و قصه برای ادا درآوردن در جمع بزرگترها تو آستین داشت. اما با دیدن یکی از فیلم‌های علیرضا داوود نژاد عاشق بازیگری و سینما شد و تصمیم گرفتش که در آینده بازیگر بشه. اون از همون کودکی و نوجوانی غرق در فیلم‌های مختلف بود و عاشق این بود که یه روز بازیگر بشه. در 14 سالگی بعد از آشنایی با عباس معروفی که خودش مدعی یکی از دوستان نزدیک پدرش بوده، رقیب تازه‌ای برای عشق بازیگریش پیدا کرد و اون هم نوشتن داستان بود. این شد که از همون دوران نوجوانی هم بازیگری و هم نویسندگی رو دنبال کرد. اون در نهایت در سال 1370 وقتی که 17 ساله بود در فراخوان تست بازیگری حاضر شد و بعد از قبولی اولیه در فیلم افعی در کنار جمشید هاشمپور که اون زمانا خیلی بولد بود و جز سوپر استارها به حساب می اومد جلوی دوربین رفت. سال 70 به خاطر اینکه جهشی درس خونده بود تونست وارد دانشگاه بشه و هنوز 18 سالش نشده بودش که وارد دانشگاه شد و در رشته ادبیات نمایشی تحصیلاتش رو انجام داد. ایشون در کنار تحصیل نمایشنامه هم می نوشت و تجربه کارگردانی تئاتر رو هم به دست آورده بود. اما دومین تجربه بازیگری بهار رهنما 4 سال بعد از فیلم افعی بود. اون در فیلم غزال در سال 1374 و بعدش در سریال بازگشت به خانه در سال 1379 وقتی که 27 ساله بود وارد قاب تلویزیون شد. اوج شهرت اون رو میتونیم در سال 80 با فیلم نان عشق موتور 1000 بدونیم که به یک بار چهره اون رو مشهور کرد. بعدش هم با فیلم گاوخونی در سال 81 و در نهایت فیلم چارچنگولی در سال 87 شهرت بهار رهنما رو بیشتر و بیشتر کرد. اون با درخشش در مجموعه تلویزیونی زیرزمین در سال 1385 تونست خودش رو بیشتر از قبل تثبیت بکنه. اما بریم سراغ ازدواج‌های جنجالی بهار رهنما. بهار رهنما اولین بار سال 1370 وقتی که 17 ساله بود و دانشجو توی مسیر بازگشت از دانشگاه به صورت اتفاقی با پیمان قاسمخانی 26 ساله آشنا میشه. خودش در مورد ماجرای آشناییش با قاسمخانی میگه که اون زمانها تلفن سکه‌ای خیلی باب بود و آشناییمون سر گرفتن سکه برای تماس با تلفن سکه‌ای اتفاق افتاد. این دو نفر
در اون سالها چند سالی با هم دیگه دوست بودن و در نهایت در سال 73 با هم ازدواج کردن که ثمره این ازدواج یک دختر به نام پریا هست. جالبه بدونید که بهار رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی در سال 74 در فیلم عاشقانه روبروی همدیگه قرار گرفتن. اون اولین تجربه بازیگری و کلن فعالیت هنری پیمان قاسم خانی بود، ولی خب برای رهنما یکی دو تا فیلم هم قبل از اون بازی کرده بود. پیمان قاسم خانی به واسطه نویسندگی برای کارگردانهای مشهوری مثل مهران مدیری به شهرت رسید. برادر اون مهراب قاسم خانی هم همکار طراحی صحنه میکنه و هم کار نویسندگی. ظاهر زندگی بهار رهنما و پیمان قاسمخانی خیلی عاشقانه و جذاب بود، ولی متاسفانه این زوج بعد از 22 سال زندگی مشترک و روابط به ظاهر خوب و صمیمانه‌ای که داشتن در نهایت تصمیم گرفتن که در سال 94 با توافق دو طرفه از هم طلاق بگیرن. در مورد جدایی این دو نفر حواشی و شایعات زیادی بود که هیچ وقت هیچ کدومش اثبات نشدش. خانم بازیگر حدوداً 2 سال بعد از جداییش از پیمان قاسم خانی در سال 1396 در 44 سالگی خبر ازدواج دوم خودش رو با امیر خسرو عباسی که از فعالان صنعت آرایشی و بهداشتی هست رسانه‌ای کرده بودش. تو اون زمان خیلی بولد شده بودش که بهار رهنما یه همسر خیلی خیلی پولدار گیر آورده، همسری که کارخونه داره و صاحب چندین برند مختلف است. ولی خب بعدن خودش این قضیه رو تکذیب کرد و گفتش که همسرش آنچنان هم پولدار نیست و این برندهایی هم که حالا گفته میشه مال ایشون هستش فقط نمایندگیش رو ایشون بر عهده دارن و اصلا مالک این برندها نیستش. بهار رهنما در مورد آشناییش با امیر خسرو هم تعریف میکنه که یه بار برای همکاری با یکی از شرکت‌های ایشون به عنوان مدل تبلیغاتی وارد دفترشون شدن و در نهایت آشناییشون بیشتر و بیشتر شد و به ازدواج ختم شدش. امیر خسرو از ازدواج قبلیش یه دختر داشت که با بهار رهنما و همسرش زندگی میکردن. خانم بازیگر در کنار کارهای بازیگری و هنری که داشته یه رستوران هم در سعادت آباد افتتاح کردش که رستوران گوز چند سالی هستش که با مدیریت بهار رهنما اداره میشه. اما ازدواج بهار رهنما با همسر دومش امیر خسرو هم دوام چندانی نداشت و بعد از 3-4 سال از همدیگه جدا شدن. بعد از جدایی بهار رهنما در ازدواج دوم شایعه شده بودش که با یه فرد پولدار عرب آشنا شده و قراره که با هم ازدواج کنن، ولی خب هیچ وقت این قضیه توسط بهار رهنما تایید نشد و قضیه همسر سوم فعلا هنوز تایید نشده. بهار رهنما علی‌رغم اینکه خیلی نشون نمیده ولی فعالیت‌های سیاسی زیادی داشته. اون در سال 88 یکی از حامیان سرسخت میرحسین موسوی بود و خیلی براش تبلیغ کرد. در سال 92 هم با قدردانی از انصراف محمد رضا عارف از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و یکی از افرادی بودش که شعار تا 1400 با روحانی رو سر میداد. بهار رهنما در عرصه موسیقی هم فعالیت‌های زیادی داشته. اون سابقه تهیه کنندگی آلبوم موسیقی برای چند نفر از جمله علی شوکت رو در کارنامه داشته. اون در این آلبوم چند ترانه رو هم نوشته و به صورت دکلمه اجرا کرده. بهار رهنما تا به الان چندین جلد کتاب شعر و داستانی هم از خودش منتشر کرده که همونطور که قبلتر گفتم یکی از علایق دوران کودکی و نوجوانیش نویسندگی بوده. بهار رهنما توی سالهای اخیر چندین بار تلاش برای کاهش وزن داشته و خیلی وقتا هم موفق بوده، ولی این اواخر از یه روش جدید برای کاهش وزنش استفاده کرد و چندین عمل جراحی به روی بدنش انجام داد و با گذاشتن بالون در معده‌اش سعی در کاهش وزنش داشت که در نهایت کوتاه مدت جواب داد، ولی بلند مدت به وزن قبلیش برگشت و اصلا تو این کار موفق نبود. اما یکی از حواشی جنجالی بهار رهنما ماجرای درگیریش با سیروان خسروی هستش. ایشون در فروردین ماه سال 97 بعد از
پست جنجالی که سیروان در انتقاد از وضعیت سیاسی کشور منتشر کرده بود، نوک انتقادش رو به سمت سلبریتی های حامی حسن روحانی گرفت که یکی از اونها بهار رهنما بود. ابتدا امیر مهدی ژوله نسبت به سخنان سیروان خسروی واکنش نشون داد و دقایقی بعد افراد دیگه از جمله مهراب قاسمخانی و بهار رهنما هم نسبت به این صحبت‌های تند سیروان واکنش نشون دادن و توی چندین توییت صحبت‌های خیلی تند و بی‌ادبانه ای رو نسبت به هم انجام دادن. در نهایت خانم رهنما در دفاع از ژوله سیروان رو متهم به جلب توجه با بی‌ادبی کرد و درگیریشون به دادگاه هم کشید. در نهایت سیروان خسروی به خاطر توییت های بهار رهنما ازش شکایت کرد و تونست اون رو به تحمل 50 ضربه شلاق تزیری محکوم بکنه. دادگاه به خاطر موقعیت اجتماعی این بازیگر و عدم سابقه قبلی حکم رو 2 سال تعلیق کرد تا در صورت عدم مرتکب شدن تخلف جدید این محکومیت بی اثر بشه. بهار رهنما مدعیه که آدم فوق‌العاده اهل مطالعه‌ای هستش. عادت کتابخونی رو از بچگیش داشته. ولی خب اصلا تصویری نیست. همیشه آماده کتاب خوندن و برنامه ریزی برای مطالعه است. اگرم به سفری بره حداقل 1-2 تا کتاب رو با خودش به اون سفر میبره. هر شب 3 یا 4 ساعت برای مطالعه زمان میذاره و به طور همزمان با بازیگری نویسندگیش رو هم دنبال میکنه. اون چندین جلد کتاب نوشته. از جمله فیلم ها و سریال هایی که بهار رهنما توی اون به ایفای نقش پرداخته میتونیم به ایکس لارج، آینه بغل، آقای سانسور، هشتگ، خوب بد جلف، طبقه حساس، آشنایی با لیلی، خنده در باران، ورود زنده ها ممنوع، زنان ونوسی مردان مریخی، زنها شگفت انگیزن، ورود آقایان ممنوع، بعد از ظهر سگی، سن پترزبور، چانگچنگولی، 10 رقمی، شیرین، توفیق اجباری، دایره زنگی و شبانه اشاره بکنیم. از جمله سریال هایی هم که خانم بهار رهنما توی اون ایفای نقش داشته به سریال سرگذشت، همسایه ها، غیر علنی، خوب بدزش، پژمان، خداحافظ بچه، چک برگشتی، مرد 1000 چهره، من یک مستاجرم، داستان یک شهر، بازگشت به خانه اشاره بکنیم. بهار رهنما سال گذشتم یه حاشیه جنجالی داشت که باعث شد خیلی از طرفداراش ریزش بکنن و یه مقدار چهرش از اون محبوبیتش کم بشه و به یه چهره منفور تبدیل بشه. ماجرا هم از این قرار بودش که بهار رهنما توی سفری که به استانبول داشته بود یه ویدیو از خودش منتشر کرد و گفتش که من زندگیم خیلی رفاه بالایی داره و معتقدم هستم که هر کس بعد از 20-30 سال کار کردن اگه به این رفاه که من بهش رسیدم نرسیده آدم بی ارزه‌ای هستش. این صحبت‌های بهار رهنما باعث شدش که افراد مختلف نسبت بهش واکنش نشون بدن و این صحبت‌ها رو توهین به قشر متوسط و فقیر جامعه بدونن. مرسی رفقا که همراه ما بودید. حتما نظراتتون رو در مورد بهار رهنما و حواشی زندگیش برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.